خبر فوری: سقوط یک هواپیمای مسافربری خارجی در غزنی. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سقوط یک هواپیمای مسافربری خارجی در غزنی. مسئولان محلی در غزنی تایید کردند که یک هواپیمای مسافربری مربوط به یک شرکت هوایی خارجی در ولسوالی دهیک این ولایت سقوط کرده است. با گزارش خبرگزاری جمهور، وحیدالله کلیمزی حدود ساعت 4 بعد از ظهر امروز دوشنبه 7 دلو گفت که این هواپیمای مسافربری که به گمان اغلب مربوط یکی از شرکت‌های خصوصی خارجی است، حوالی ساعت 1:30 امروز در قریه سدوزه ولسوالی دهیک سقوط کرده است. از سوی دیگر هواپیمای ساقط شده در غزنی نشان نیروهای هوایی ارتش آمریکا را دارد. تصاویری که از سقوط یک هواپیما در ولسوالی دهیک غزنی منتشر شده نشان می‌دهد که بر روی بدنه این هواپیما نشان نیروهای هوایی ارتش آمریکا وجود دارد. اداره هوانوردی ملکی و نیز شرکت‌های هوایی داخلی گفتند که از سقوط این هواپیما اطلاعات ندارند. در عین حال مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند که این هواپیما مربوط به یک شرکت خارجی است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی جان باختن تمامی سرنشینان این هواپیما را تایید کرده و گفته است که همه کشته شدگان اتباعی خارجی هستند. به گفته او تنها اجساد 2 تن از سرنشینان سالم بوده و بقیه اجساد کاملا سوختند. در همین حال یک منبع حکومتی بر رسانه ها گفته است که این هواپیما مربوط به کارکنان قراردادی یک شرکت خارجی بوده است. این در حالی است که در پی اعلام خبر سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی ویدیوی منتشر شده که یک هواپیما در حال سوختن را نشان می دهد. بنابر برخی شواهد این هواپیما که در ویدیو دیده می شود مطلق به نیروهای هوایی آمریکاست. احمد خالد وردک فرمانده پلیس غزنی به بی بی سی گفت که این هواپیما در روستای صدوی ولسوالی دهیک ولایت غزنی سقوط کرده است. اداره هوانوردی اضافه کرده است که گزارش از این که پرواز عبوری از افغانستان دچار سانحه هوایی شده باشد نیز به این اداره مخابره نشده است. این اداره اضافه کرده است که موضوع سانحه هوایی در غزنی را جدا تعقیب میکند. مقام های دولتی در ابتدا گفتند که این هواپیما مربوط به شرکت آریانا است. شرکت هوایی آریانا اما اکنون گزارش های اولیه مبنی بر تعلق هواپیمای سقوط شده به این شرکت دولتی را رد می کند. او تاکید کرد که هواپیمای دیگری از این شرکت در حال پرواز نیست. فرمانده پلیس غزنی گفته بود که شمار تلفات مشخص نیست، ولی هواپیما آتش گرفته و منطقه زیر کنترل طالبان است. دهیک در سمت جنوب شرق ولایت غزنی موقعیت دارد و حدود 25 کیلومتر از مرکز غزنی فاصله دارد. آقای کلیمزی گفت که یک تیم از نیروهای امنیتی به ساحه اعزام شده و از آنجایی که ساحه یاد شده از مرکز غزنی فاصله زیاد دارد تا هنوز نرسیده و جزئیات دقیق ارائه نکردند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی ساعت پیش از اظهارات والی غزنی گفته بود که احتمال این وجود دارد که شماری از مسافران این هواپیما زخمی‌اند، اما احتمالاً بیشتر سرنشینان این هواپیما
کشته شده باشند که معلومات دقیق آن در دست نیست. اکبری گفت که این هواپیما در منطقه زیر اداره طالبان سقوط کرده و جنگجویان این گروه ساحه را در محاصره خود قرار دادند. او تأکید کرد که مردم غزنی توقع دارند تا ساحه زیر پوشش هوایی نیروهای همکار بین المللی قرار گیرد تا نیروهای امنیتی مجروحان احتمالی را نجات دهند. در آخرین مورد برخی مسئولان دیگر محلی گفتند که این هواپیما مربوط به یک شرکت خارجی بوده و تمامی 83 سرنشین آن در این رویداد کشته شدند. در همین حال عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی در این ارتباط روشنی داده است و گفته است جسد دو پیلوت در محل سقوط پیدا شده و هواپیما کاملا منهدم گردیده است و به تلفات دیگر اشاره نکرد. نوری گفت این هواپیما مطلق به شرکت هوایی افغانستان نیست، اما نمیتواند تایید کند که چی کسی این هواپیما را اداره میکند. برخی از خبرنگاران گزارش دادند که ممکن این طیاره مربوط قوای هوایی امریکا مستقر در افغانستان باشد. از سوی دیگر شرکت هوانوردی آریانا سقوط طیاره مسافربری غیر نظامی در ولایت غزنی افغانستان را رد نمود. بعضی از مقامات هوانوردی افغانستان اعلام نمودند که طیاره فوق الذکر در قلمرو تحت کنترل طالبان در ولایت غزنی افغانستان سقوط کرده است. مشخص نیست که چند نفر در طیاره بوده است. شرکت هوانوردی آریانای افغانستان گزارشات مبنی بر سقوط یکی از هواپیماهای مسافربری این کشور را تکذیب کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که بعد از ظهر امروز در یک نشست در کابل صحبت میکرد گفت یک شرکت هوایی آریانا در غزنی سقوط کرده که تا هنوز از تلفات آن معلومات در دست نیست، اما شرکت هوایی آریانا در صفحه فیسبوک خود گفته است خبری که مبنی بر سقوط یک فروند طیاره دی آریانا افغان هوای شرکت در تعداد از رسانه ها نشر گردیده حقیقت نداشته. تمامی پروازها دی آریانا افغان هوای شرکت به شکل نرمال انجام شده است. گفتنی است که تا هنوز دلیل سقوط این هواپیما مشخص نشده است. در همین حال با گزارش خبرگزاری افق در پی انتشار خبر سقوط یک هواپیما در روستای سدوزه ولسوالی دهیک غزنی و وحیدالله کلیمزی والی این ولایت در گفتگو با خبرگزاری افق گفت که هنوز هویت هواپیمای سقوط شده مشخص نیست. آقای کلیمزی گفت که شرکت های هوایی کامیر و آریانا گفتند که این هواپیما مربوط به آنها نمی شود. او افزود که قوت های مربوطه به ساحه اعزام شده و جزئیات کامل را بعداً با رسانه ها در میان خواهند گذاشت. بر اساس اطلاعات اولیه این هواپیمای مسافربری بوده و 83 سرنشین داشته است. سخنگوی وزارت داخله پیشتر مدعی شده بود که هواپیما مربوط به شرکت هوایی آریانا بوده که از قندهار به سمت کابل در حرکت بوده و در منطقه تحت سلطه طالبان در غزنی سقوط کرده است. با این حال سخنگوی شرکت آریانا در گفتگو با افق این خبر را رد کرد و گفت که این شرکت دو پرواز داشته که هر دو سالم به مقصد رسیده است. برخی منابع مدعی شدند که هواپیما یاد شده احتمالاً خارجی است، اما این ادعا هنوز از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. اداره هوانوردی ملکی هم از هویت هواپیما و شرکت هوایی ابراز بی‌خبری کرده و گفته است که بر اساس اطلاعات آن اداره امروز تنها یک هواپیمای نظامی در شرن نشست اضطراری کرده است.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از تازه‌ترین، مهمترین و جالبترین رویدادها و مطالب ما آگاهی حاصل نمایید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.